سلام عزیزان مثل همیشه با آشپزخونه من خوش اومدین امروز با هم میریم یه دسر خوب و خوشمزه لطیف و ساده رو آماده کنیم به نام سوپانگل که از کشور ترکیه است یک دوم پیمان شکر یک دوم پیمان آرد و دو قاشق غذاخوری پودر کاکائو رو با هم مخلوط میکنم حالا چهار پیمانه شیر معادل یک لیتر شیر بهش اضافه میکنم من از شیر پرچرب استفاده کردم. و دو تا زرده تخم مرغ. و باز با هم مخلوط میکنم بعد روی حرارت متوسط دائم هم میزنم تا دسرمون آماده بشه. کم کم داره یه مقداری قلیز میشه و به جوش میاد همینطور طعم خامی آرد گرفته میشه. الان دیگه کاملا سف شده و زمانی که کامل قلیز شد به این شکل آماده است و میتونین از روی حرارت بردارین. بلا فاصله 20 گرم کره بهش اضافه میکنم. 100 گرم شکلات تلخ و یک دوم قاشق چای خوری وانیل شکری و اینم کامل هم میزنم تا کره و شکلات کاملا زوب بشن چون شکلات رو اضافی کردیم هم رنگ دسرمون تیره تر میشه و همین که براق میشه ضمن اینکه خیلی هم خوشمزه میشه وقتی یه مقداری از حرارت افتاد یک دوم پیمانه شیر سرد بهش اضافه میکنم و هم میزنم ظرف رو عوض میکنم که جا برای هم زدن داشته باشه میتونین از همزن دستی استفاده کنین و هم بزنین یا اینکه از همزن برقی هیچ فرقی نداره باید شیر کاملا در مایه حل بشه و یه مایه صاف و یک دست بهمون به بده بعد اونها رو داخل ظرف های یک نفره سروش میکنم معمولا برای این دسر از ظرف یک نفره استفاده میشه بعد از اینکه تمام ظرف ها رو پر کردم روی اونا رو با پودر پسته خلال پسته و همینطور یه مقداری هم گردو تزیین میکنم که البته این یه چیز اختیاریه و میتونین از هر مغزی استفاده کنین یا ترافل های رنگی حتی میتونین پودر کاکو روش علک کنین بعد از تزیین این دسر باید دست کم حدود دو ساعت بره داخل یخچال تا جا بیفته و آماده سرو بشه. دوستان عزیزم مثل همیشه جاتون خالی و خدا نگهدارتون.